هنگامی که ایالات متحده آمریکا برای برچیدن رژیم طالبان از افغانستان آستین برزد، مسیر زندگی بسیاری از جوانان این کشور به گونه شگفتی آوری تغییر کرد. با فروپاشی رژیم طالبان، شماری از آنان که مشمول گروه‌های جنگی بودند، به زندگی عادی برگشتند. اما کسانی هم از کارهای اینچنینی به نظامیگری کشانیده شدند. این داستان عزیز الله است. تکثیران پیشینه که بیش از یک دهه است، بخشی از جنگ افغانستان را در جنوب شرق این کشور به پیش می برند. هفتاد کیلومتر دورتر از مرکز ولایت پکتیکا، ولسوالی ارگون شما را به خود می کشاند. امن‌ترین بخش این ولایت که در سالهای اخیر گواهی رویدادهای خونینی هم بوده است. عزیز الله کاروان را در حال دیدار با برخی از بزرگان قوم در مرکز پلیس محلی ارگون می‌بینیم. مردی که او را همچون دژ مستحکمی در برابر طالبان در این بخش کشور می‌داند و افزون بر رهبری صدها عملیات بزرگ و کوچک ضد این گروه، بر رویارویی با نظامیان پاکستانی نیز معروف است. این نظامی 36 ساله که حالا فرماندهی نیروهای ویژه پلیس را در پکتیکا به دوش دارد، در رخصتی به سر می برد و برای دیدار با خانواده و دوستانش آمده است. گذشت زمان بر برخوردش با مردم اثرگذار بوده است. در سالهای پیش، آوازه ها درباره رفتارش بسیاری ها را از روبرو شدن با این فرمانده باز می داشت. اما اکنون حتی می کوشد با کاربرد واژه های نرم به اطرافیانش حس مسئولیت ببخشد. چیزهای امنوز در وجودش به تغییر بر جایند. امانند نگاه نافذ این چشم های جنگ دیدن. می گوید 16 سال پیش، هنگامی که هنوز 20 سال داشت و در مسیر پکتیکا کابل تکسیرانی می کرد، به گونه ناگهانی پایش به جنگ افغانستان کشانید. پکتیکا کی؟ تخریجان را اغلا دیموز زکیم خان پنام بانده یکمی مشر و حقی مش قماندن و موج التا قومی په تاور باندې یا دی عسكر مطلب و دري و عسكر شو ولې پد چې پکتیکا د مو ولایت او پکتیکا د خلکو سره پکتیکا د مشرانو سره زولادوم محلي پلس جوړ کړه پوسټیم ورته جوړ کړي او هغه محلي پلس هم تعلیم تربیه هم ور کړه نور یغنا ورسته بیا زه ایما سره چې کوم پرسونال و هغه پرسونال چې 2004 نه یا 2002 نه یا 2001 نه شل نفره 25 نفره پرسونال پیشنهاد وشه چې باید موږ هغه ته لاړ شو کته یې خواست لاړ شو ډیر فعال و ډیر اکتیو و نو د دغه په نتیجه کې دی ډیر شهرت یې ترلاسه کړ څو ځله یې په سرحد باندې چې پاکستان پوځونه دی هلته په سرحد باندې اوس پاکستاني پوځونو په سرحد باندې تیری کړی د ډیر قاطع ځواب ورکړی و او ډیر پاکستاني پوځونه یې وځلي له منځه یې وړي دي دی هلته یو ډیر کامیاب قمندان و او پاکستان د دوی د وژلو د دوی د له منځه وړلو لپاره زیاتې هڅې وکړې مګر تر اوسه پورې پاکستان د بریالی سره وقتی یک نظامی استید، بسیاری از چیزها برخلاف انتظارتان به پیش می رود. درست مثل فرمانده کاروان
که تا ساعت پیش از رخصتیش بهره می برد و حالا باید برای جنگیدن با طالبان بشتابد. گروهی از سربازان پلیس محلی در حومه مرکز ارگون به کمین طالبان برخوردند. می گوید که تجربه به او ثابت ساخته است که انگام رفتن به چنین نبردها باید برای رویارویی با هر تهدید آماده بود. به ویژه ماین های کنار جاده و حمله های انتحاری. رویدادهایی که برایش خاطرات بدی را زنده می سازند. 3 بار در حمله های انتحاری و 4 بار هم در انفجار ماین های کنار جاده زخم برداشته است. دا جنگ آغا جنگ مجد بروی آغا جنگ توایز خپلا مطلب که دوی دا توپیک لرلی مخ پا مخی مجد سر جنگ کرای بیتر او خدای دشمن دی پارا یو نمردانه جنگ دای سرازی مطلب یو بازار پا منسکی یو شهر پا منسکی لکه کابل شهر لکه مطلب یو ولسوالی لکه یو ولایت ماسک یو موټر یو واسکټ پریت کوي یو ماین ته چاودنه ورکوي. پیش از رسیدن نیروی کمکی به محل نبرد طالبان سنگرهای موقتشان را ترک گفتند، اما هنوز هم از دورها تکتیر اندازی میکنند. نیروهای پلیس محلی میخواستند که برای آوردن نیازهایشان از این جاده بگذرند که با کمین طالبان روبرو شدند. درست همین بخشایی که ما قرار داریم تا حدود 1 ساعت پیش در اینجا جنگجویای طالب بودند و از اینجا بر نیروهای پلیس و بر کاروان از اینا انداخت میکردند. اما پس از اینکه نیروهای کمکی رسید و ما با اونا همراه بودیم، اونا را عقب زدند و در حال حاضر گفته میشه که به پشت تپه ها رفتند. وزیر دستانش فرمان می دهد که در آن سو این تپه ها جا به جا شد و جلو برگشت احتمالی طالبان را به این سو بگیرد. نظامیانی که این نوشته ها می رسانند سخت از او فرمان می برند، به اندازه ای که پرسش حسابده بودن به یک شخص یا نظام را در از آن می پرورانند. اما برای عزیزالله کاروان تمامی عملیات های نظامی و نبردها به همین آسانی تمام نشدند. در این سالها رویدادهایی هم بودند که او را در کارش سخت به چالش کشیدند. امانند نبردهای مرزی میان نیروهای زیر فرمان وی و مرزبانان پاکستانی در سالهای 2008 و 2009 میلادی. در اوانه که کاروان با نیروهای امریکایی در بخشهای مرزی ولسوالی برمل پکتیکا ماموریت داشت. ما امریکا را گفتم که ما به دلیل سرحد از ما از اونا معلوم نیست. اینا سیمخاردار می نختن. همین سیمخاردار اینا را شما بگوین گوتی کار ما نیست. این کار افغانی کار پاکستانی هست. او برای زین نمیدن. خب، اینا کنگ در سیمخارده شروع کردن، او در سر زینا تروس کردن. جنگ هم آدم باید. دیگه در وقت، دیگه مو سقیله سالا و این چیزا، این سرخط پستایا، زیاد مو این کمال بودیم از طرف خارجی ها. کنگ در جان پاکستانی ها گیتیم از پاکستانی ها رو 2 پستای شکیتیم. چون از دن پری شده، 1 پستای زینا مردن. از 120 متری اوانا زدیم از ایچ رازم دیگه ما با نام تاک سبکی دارم یک جای بود دیگه پاکستانی ها تیک امریکای ها اینجا ارتباط داشت زیاد یک کرنالش بود زدی کرد گوت عزیز ها بگو جنگ من اومدم ما انداخت نمیکرد.
انتقادهای هم از آنچه که برخورد این فرمانده با غیر نظامیان در عملیات های نظامی گفته می شود مطرح بودند، چیزی که چند بار نام او را در فهرست نامهای ناقضان حقوق بشر قرار داده است. در گزارشی از دیدبان حقوق بشر درباره رویدادهای نقض حقوق بشر در جنگ افغانستان که در ماه مارچ سال 2015 میلادی پخش شد، نام عزیز الله کاروان در میان 10 مقام دولتی متهم به نقض حقوق بشر در جایگاه دوم دیده می شد. این گزارش ها وی را با خشم رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز روبرو ساختند. ملا چانتو برش میگفت دیگه ایرمو در سربی ولسوالی زاده از زاده ای دسر ولسوالی عمله میکرد پر جامت که ما بود مونه پر عربت کش زاده ایرم زاده دیگه برازی تو تبلیغات شده بود این مطلب کاروان یه دماجت ایمان بود کاروان پشت شرط ایر از زاده است پنچه واس ایر کشید پشت پانگ بسته کرد دیگه برازی تبلیغات شده بود او کاروان 31 ساله است یه تاجک هست تکی پشتونا تاثیر داره در پاپتیکا در یک خانه رد خانه را در زد در او اشتک زن اینا کل سوخ کرزی تویلی وشی مغ یو مکتب درلود په برمل کې هغه باندې لوهان هغه کړی او زوري دي قبایل او رئیس و ما زو ورغلی ما یو لوه ور باندې سی پیغه باندې لیکلی و دي قائد اعظم های سکول یعنی بیخی پاکستانی هغه وو نو ما ورته مال هغه لوه دغه سړي راکته کړی ده او ډیر هغه بیا کرزی ډیر په احساسات ورغه دی په غیخ کې ونی ول ډیر یو نه زاو او ورته ستو خو ډیر وطنپال سړی ما خو ستو باندې امریکایانو په خوله باندې دغه خلک بمباری لا په خلک کورونه تباکی لا باغه وکړو. There was I can't remember the exact year now, but detaining civilians including children. نشانه هایی وجود دارند که غیر نظامیان به شمول کودکان بازداشت شدند. همچنان اعدام و در برخی از حالات لتوکوب بازداشت شدند. یک روش پایدار در میان نیروهای زیر فرمان او برای آزار و اذیت غیر نظامیان وجود داشته است و گاهی هم بخخازی و یا مجازات کسانی که به اتهام داشتن پیوند با شورشیان دست زدند. اما ما درباره کشتار کودکان از سوی آنان سخن میگوییم و او هیچگاه در این پیوند و پاسخگویی وا نداشته شده است. یکی از اتهامات وارد شده بر عزیز الله کاروان انتقام جویی او از طالبان از بهر کشتن نزدیکانش است. کسانی که بیشترشان در یک حمله انتحاری بر این فرمانده جان باختند و خودش هرچند در این رویداد زخم برداشته بود زنده ماند. آرامگاه قربانیان این حمله در گورستان در نزدیکی خانه پدری کاروان در هورگون واقع شده است. ما 2006 از سرحد رخصت آمده بودم. زیاد دوستا از خودگی از هورگون اینا دیگه مو یک جای شتا بدیم در یک هتل صبح بود یک کس در آمد و پاکستانی بود پنجابی بود او در خود خوب اسکر بسته کرده بود انتخار کرد 24 نفر جوانای ما رو شهید کرد او 32 نفر زخمی شد دیگه ای از او جمله او دوستای ما است که ما در یک جای مکتب در یک قریه ما از اینا پیدایشتیم شده دیگه امروز اینا شهید شده هم. طالبان از عزیز الله کاروان همچون یک دست پرورده بی‌رحم امریکاییان یاد میکنند و او را مسئول شکنجه افراد خودشان و نیز کشتار غیر نظامیان می دانند.
اما کاروان بیشتر از آماج قرار دادن آن فرماندهان طالبان که زیر پیگرد امریکاییان بودند و برای کشتنشان پاداش های تعیین شده بود یاد می کند. ما به خود شخصی یک حکومت نیستیم. ما به نظام کار میکنیم، با وزارت داخله کار میکنیم، ما عسکر هستیم. یک نفر همینجا در ارگون گیتیم، او پاکستانی بود، خرد بچه بود. او را مطلب سه نفر، چهار نفر دیگه تکش همکاری کرده بودند، از کابل خلاص شده. اما خود انتحاری هم خلاص شد، پاکستانی هم؟ اما سه نفر خلاص شدند، اما گیش. آبده خواهر دیپاره، اوز به او گروه. می گویند در هر فرصتی که به دست می آرد و به ارگون می آید، با سر زدن به این آرامگاه ها و بناها از همسنگران و زیر دستانش یادی می کند و گاهی هم به خانواده های آنان سری می زند. اینجا بعضی وقت نمی با چای ها می آیند، می شینند اینجا چای خوری می کنند، شام می آیند اینجا می شینند، اینجا کل چراغ می بشه، شام اینجا یا متروشن می بشه، اینجا درخت گل برازیشون دهند. ای جای هر وقت یک روشنهی بشن سر نام از اینا نه که هر گوشه ای از این بخش ها در ارگون نشانه های از شب و روزهایی را در خود دارند که کاروان و یارانش در بیش از یک دهه اخیر سپری کردند. این یک ترجمان بود قندری بود یه بچه نشکیند که مهمان ما برای در روزه برش گودم بودم روزه چرا نمیگیرد فالا کماندان صاحب نکیگی تو روزا بنیش از امریکا آمده بود صبا شد بود روزا گیتای گفتم خب شام شد گفتم چرا خمودی بود خوب بودم کمک آو خوردم دیگه والا روزا گیتای تسکوال شیزو مکسرت دی کاروان ستوری خبرونه که همداشی با برخوا اخلای. جالب است بدانید که در ارگون رادیوی نیز به نام کاروان نشرات دارد، رادیویی که نزدیکان او ایجادش کردند و به پخش برنامه‌های گوناگون می‌پردازد. ما شروع جات مرا مزه می‌دهد. هر وقت ما شروع جات راحت تا وقتی چی همان بی کوم را دیمش پولایت که مشکلات نگی اخل گدی پارا چای مجو رو ندی مجن برابر شوی دی دوی غرت خطلی یا مطلب دی بل چپ خلاب دی دوی والدی لی نور سولا دی خدای لار دی اسلام لار دی نور کدوی سولا بانی غار کیج دی رایشی دوی کرشی دی نور افغانیان خونده دی نور رون خونده خپل پامیل خپل کلیوال سره خپل ژوند تیروي شي. I think what you've pointed out in that is that when these abuses are فکر میکنم وقتی این قضایای نقض حقوق بشری روشن ساخته شوند و مردم از آنها آگاه شوند امکان تغییر وجود دارد. ممکن است که در عملکرد این نیروها بهبود رونما گردد و این همان چیزی هست که ما میخواهیم ببینیم. کمی دورتر از جای کمبازیان کودکی عزیز الله کاروان در خاک خفتند، خانواده او بود و باش دارند. میگه بنا به قلاخیر ای قریه ای منطقه را میگند. اینا قوم تاجک هستند اما گیش. مو خانه پرسی گپ میذاریم. بچه های مو پرسی گپ میذاره، پشتون گپ میذاره. چرا مدارایشو پشتون است. دیگه ما خود پشتو پرسی گپ میذاریم بیادارا مادارا دیگه مشکلات داریم کسی آو و با میگه کسی نانا مره میگه دیگه هر دو تا زبان استعمال میشه. اونجا هتل داره مثلا میشه یا ما دیگه یه زمینی پدر برای ما مونده باغ کردیم. چرانگه اونجا بشینیم اینجا تو خوبه دیگه ما رو رخصت خسای کنیم در وقت ضرورت
اینجا کارای ما میمونه، مطلب ولایت ما از جنگ است، مشکلات ها داریم. برای ساعتی هم که شده می توانند و دور از این تجهیزات نفسه راحت بکشند. در اینجا جنگ افزارها به مجموعه نمایشی مبدل شده، مجموعه که بخشی از زندگی پر از جنگ کاروان را به تصویر می کشد. در زینا یک کارت، اینجا نامی ما نمیشته است، یک کارت در امریکا جور شده. دارو وقت ما کلنشکلوب داشتیم، روسی سالا داشتیم، دارو وقت از او استفاده وار میگیتیم. دیگه از او بعد ما موست تیندینگ های خواست، مگه ما برای تقرار کردم مطلب از طیاره او از این چیز و از این دیگه مختلف تیندینگ های برای ما میدادند. مرابانی داده مرمانو ده برای اتاقونه لورو اما هم تشناب شو و بعد عرصه دقلت اشپسخانه شو و بعد دلتا جیم لرو اما چیزهایی را هم میبینیم که نشان میدند او برای دوری از نشانه های جنگ در خانهش میکوشد. در وقت بیکاری ما باشون خودم در زمین، در درخت، در گلخانه، در زمین زیاد کار میکنم. کنن پا افغانستان که همان باشی نور هر سرای غوریسی یا شزبند بکی یا کارار زندگی بکی یا خپل کور که خپل بچای سر خپل پا امیر سر کنی. با بچیان لرم و دو لورانی لرم دای ما پشبند که اوغشته نده یله می دای چی ما بچیان یا درس تا ورسی یا سبک ویه. گرم و سرد روزگار و تجربه های بیشتر تلخ و کمتر شیرینه که از زندگی داشته است به او فهمانده اند که زمین اکنون آینده فرزندان خودش و کودکان دیگر خانواده را دگرگون بسازد. بخور به خواب یه بندیم بگیه اونه تو میگی من که کپ از فوتا بسوده برا بگیه نبیلا شاید برا سامان دکار تو نه بگونه کمچونو پس آنها به ترک آموزش ناچار شوند و به جنگ بروند. چه؟ درس نه؟